موضوعی که شاید برای خیلیاتون خنده‌دار باشه، اما در مبحث پزشکی موضوع خنده‌دار نیست و نشان دهنده بیماری میتونه باشه و علالش رو اومدیم بیان بکنیم. خارش مقعد به چه دلیل به وجود میاد، نشان دهنده چه چیزیه، چگونه از بین خواهد رفت، سیر تا پیازش رو در این ویدیو خواهیم گفت. سلام عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان، دلم خیلی خوشحالم که بار دیگه افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت و پرارزش شما عزیزان دلم رو دارم. پوریا هستم و هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، با آشنایی با انواع بیماری ها تحت هر شرایطی خواهیم داشت. و اگر به این موضوعات علاقه مندید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگ بوده کنار سابسکرایب رو فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفراتی باشید که از اون مطلع میشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید، به دوستان و آشنایان خودتون لینکش رو بفرستید و شیر بکنید و من رو در قسمت کامنت ها مثل همیشه از نظرات ارزشمندتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین اگر به واسطه دکمه تنک کمکی به این چنل بشه، منشن خواهند شد افرادی که کمک میکنند و با سورس و منبع معلوم به سازمان های خیریه که کمک پزشکی میرسونند این مبالغ اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوع جالب ویدیوی امروز. ببینید، خارش مقعد یک وضعیت شایع در خیلی از اوقات خجالت آور و ناراحت کننده است. گاهی فرد رو مجبور میکنه که به خاراندن خودش در فضای عمومی مشغول بشه. در واقع خارش مقعد یک علامته و به خودی خود یک بیماری نیست. معمولا در اثر مشکلات پوستی، هموروئید، شستشوی زیاد یا ناکافی ناحیه مقعد، ابتلا به بیماری های انگلی یا حتی در اثر دیابت یا مشکلات تیروئید میتونه بروز پیدا بکنه. اگرچه این مشکل رو میشه توی خونه و بدون نیاز به مراجعه به پزشک درمان کرد، اما اگه به صورت مزمن بروز پیدا بکنه لازمه که حتما به پزشکتون مراجعه بکنید و مشورت جدی بکنید و در صورت نیاز آزمایش بدید، چرا که خاراندن بیش از حد میتونه باعث آسیب به پوست و حساس شدن ناحیه مقعد بشه و با هر بار دفع مزاج فرد احساس درد بکنه. اغلب درمان به موقع و اجتناب از خاراندن باعث بهبود پوست ناحیه مقعد میشه. اما در ویدیو امروز به نکاتی مثل علت سوزش و خارش مقعد در بانوان، مردان و کودکان، دلایل اون، درمان خانگی اون و بهترین پمادی که میتونید برای درمان خارش مقعد استفاده بکنید اشاره خواهیم کرد. اول علتش رو مورد بررسی قرار میدیم. دلایل خارش و سوزش مقعد به دو دسته علل اولیه و علل ثانویه تقسیم میشن. علل اولیه عامل بروز خارش آنی هن و معمولا به صورت خود به خود بروز پیدا می کنن، در حالی که علل ثانویه به صورت زمینه یا از قبل وجود دارن. ببینید، مورد اول بهداشت. شستشوی زیاد یا کم ناحیه مقعد قطعا می تونه باعث تحریک پوست اون و به وجود اومدن خارش بشه. لوازم بهداشت: استفاده مداوم از صابون ها و سایر محصولات میتونه پوست ناحیه مقعد رو تحریک بکنه و در بروز درماتیت آلرژیک یا تماسی موثره. بیماری های پوستی مثل اگزما، اسکارهای کلویدی و پسوریازیس میتونن باعث خارش مقعد بشن. اما اختلالات مقعدی مثل هموروئید، فیستول مقعدی، شقاق مقعد، پروکتیک یا همون التهاب پوشش داخلی رکتوم و سرطان مقعد از جمله این علل ها هستن. عفونت ها از جمله عفونت های مقاربتی مثل زگیل تناسلی هم میتونه منجر به خارش مقعد بشه. عفونت های قارچی مثل برفک و عفونت های باکتریایی و انگلی پوست هم بسیار در این شرایط موثرن. اما بی اختیاری مدفوع، این وضعیت میتونه در اثر تماس طولانی مدت با مدفوع، کنترل رطوبت و باکتری ها رو در ناحیه مقعد سخت بکنه و باعث تحریک اونها بشه. غذاها: مصرف لبنیات، الکل، گوجه فرنگی، غذاهای حاوی کافئین، فلفل و ادویه زیاد در تحریک مقعد در هنگام مدفوع بسیار مؤثر هستند. و همچنین داروها:
خارش مقعد میتونه عارضه جانبی ناشی از شیمی درمانی با داروهای کلشیسین یا نئوماسین و یا کورتیکواستروئید ها باشه و همچنین شرایط روانشناختی هم میتونن مؤثر باشن. علل روانی مثل استرس و افسردگی در بروز مشکل خارش بسیار مؤثر هستن. اما اگر بخوایم به روش‌های درمانش بپردازیم، نحوه درمان خارش مقعد به علتش قطعاً بستگی داره. ممکنه با انجام اقدامات خود مراقبتی مثل مصرف کرم‌های ضد خارش مثل پماد خارش مقعدی هیدروکورتیزون مؤثر باشه یا فقط با درمان عفونت هموروئید یا سایر بیماری‌های زمینه‌ای مشکل حل بشه. اصولاً ابتدا توصیه میشه که راهکارهای خونگی امتحان بشه و در صورت بدتر شدن یا عدم تاثیرگذاری دارو تحت نظر پزشک قرار بگیره فرد مورد نظر. اما روش‌های درمان فوریش چه چیزهایی میتونن باشن؟ خوردن مقدار زیادی مایعات و مواد غذایی حاوی فیبر مثل میوه ها و سبزیجات برای تقویت حرکات منظم روده، اجتناب از خوردن غذاهای ادویه دار، تمیز نگه داشتن ناحیه مقعد، شستشوی اون با آب گرم بعد از مدفوع و سپس خشک کردن اون با دستمال نخی تمیز، استفاده از پودر بچه بدون عطر برای کمک به خشک نگه داشتن ناحیه مقعد، استفاده از وازلین استریل، کرم یا پماد نرم کننده برای رفع خشکی یا اگزما در ناحیه مقعد، اجتناب از مصرف موضعی صابون‌های دارویی معطر یا دئودورانت در ناحیه مقعد، استفاده از دستمال مرطوب به جای دستمال کاغذی برای تمیز نگه داشتن مقعد و اجتناب از خاراندن و خراشیدن پوست ناحیه مقعد میتونن درمانهایی باشند که در واقع پیشگیرنده هستند و قبل از اینکه خارش ناحیه مقعد به وجود بیان با رعایت کردن این نکات جلوی اون رو بگیرید. اما برای درمانهای دارویی یه سری پمادهای تسکین دهنده داریم مثل بیسموت، ساب، گالات یا اکسید روی که میتونن علائم رو تسکین بدن. کورتون ها یا کورتیکواستروئید ها هم که همیشه میتونن التهاب رو کاهش بدن. به صورت موضعی اینجا پیشنهاد میشه که استفاده بشه و نرم کننده ها و کرم های پوشش دهنده مثل ژل هیدروکسید آلومینیوم و گلیسرین که یک مانع فیزیکی برای محافظت از پوست ناحیه مقعد ایجاد میکنن و همچنین کرم های مختص بیماری هموروئید مثل هیدروکورتیزون که مصرف موضعی اون ممکنه بسیار کمک کننده باشه. اما در طب سنتی دمنوش گیاه گل سرخ، دمنوش سبزی گشنیز، دمنوش گیاه پنیرک، عصاره دانه های عناب و دمنوش گیاه ختمی بسیار توصیه میشه و میتونه این عارضه رو از بین ببره. چه زمانی به پزشک مراجعه بکنیم؟ زمانی که خارش شدید یا مداوم داشتید، کار به خونریزی مقعدی یا نشتی مدفوع کشید، خروج چرک یا ترشحات عفونی از مقعد رو مشاهده کردید و یا عدم تأثیرگذاری راهکارهای خانگی رو مشاهده کردید، قطعا زمان اون رسیده که به پزشک مراجعه بکنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. با ارزش‌ترین دارای حرفت سلامتی اون هستش. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدار شما باشه.